عرض ادب و احترام بیننده های عزیز و ارجمند، مخلصان همیشگی فوتبال و خصوص آنهایی که این لحظه ها مستقیما ما را تماشا دارند، امروز دومین بازی دوستانه تیم ملی فوتبال کشورمون در چارچوب بازی ها در روزهای فیفا برگزار می شود و حریف دسته ما تیم همسایه کشور افغانستان است که مرتبه هفتم دسته منتخب ما با این تیم روبرو می شود، دسته که در زینه 151 ریتینگ فیفا قرار دارد و دسته را هم مربی قبلی تیم ملی کشورمون عثمان توشف راهبری می کند. قبل از این بازی ما به استودیو آمدیم و اطراف تیم ملی مون و همچنین دسته حریف صحبت انجام بدهیم. در مهمانی برنامه ما مربی شایسته کشور سابق سرمربی تیم ملی استاد ظهیر بابایف قرار دارند. خوش آمدید بار دیگر و خوتیاسون میشویم که الکای دو بازی برگزار شد، تیم ملی ما با حساب کلان بر نپال غلبه کرد و اما افغانستان از نپال شکست خورد. چی تفاوت اینجا هست؟ اصلا باخت افغانستان رو هیچ کس در مقابل نپال انتظار نبود، گرچند که همگان میگفتن که افغانستان بزرگتر است، یعنی خوبتر است، در ریتینگ هم بزرگ است و با حساب کلان هم غلبه میکنن. غلبه میکنن بله، لیکن ببینید که فوتبال یعنی که تاکتیکی مونده سرمربی تیم نپال، یعنی که اون گلایی که از تیم ما خوردن از تیم بسیار بهره گرفتن، در همین جبران کردن. بله جبران کردن، یعنی که ما همیشه گفتم که این برد بازی با نپال، برد نپال است. برای چی؟ برای نپالی ها چیزی بسیار آموختن از ما. بله. و میبینیم که در این بازی البته اونا برای غلبه برماندن و غلبه 2-0 این غلبه خوب ارزشمند است. ارزشمند بود. از جهت تاکتیکی بازی هم گیریم اگر ما دیدیم که نپالی ها خوبتر بودن، خوبتر بهتر. اما افغانستان بودن. چی چیز رو مشاهده کرده در بازی تیم ملی افغانستان مقابل نپال و آیا واقعا هم اونا ارزنده باخت بودن؟ فکر میکنم که همچون کارشناس من باوری داشتم که افغانستان غلبه میکنند، لیکن وقتی که گفتن که سرمربی نو است عثمان توشف، یعنی که وقتی سرمربی نو است از این میبروید که بازینگروی آوردن که برای سنجش کردن، بله، یعنی که میبینن که بازینگرایی که اینا لیگنرای خوبم دارن افغانستان، بله بله بله، یعنی بازینگرای جوان دعوت کردن از تیمای جوانان المپی و در این بازی دیدن که در حقیقت من میبینن که همدیگر فهمی نیست در تیم، اون تاکتیکی که ممکن سرمربی گیریست بچه ها اجرا کردن نتونستن و با حساب 2-0 ارزنده باختن. بله و خود عثمان توشف در نشست مطبوعاتی دیروز قید کرد که در این گونه بازی ها برای من نتیجه مهم نیست. درست است؟ البته مهم نیست، این نادرست است، مهم برای فوتبال بازان است. بله. سرمربی نباید گوید که مهم نیست، مهم است، هر یک کار مهم است، برایش که از این بازی میبینند که جای سخت سستی بسیارتر است. سرکره از دروازه‌بان در افغانستان، در تیم افغانستان که همین روزه، بله، و این روز ما نمیدونیم که با تیم ما چه خیلی بازی میکنه. بله خب بیاید اندیشه های عثمان توشف سرمربی تیم ملی افغانستان رو که دیروز در نشست مطبوعاتی با سوال های ما وابسته با باخت اونها در مقابل تیم نپال گفت یک جا گوش میکنیم و برنامه رو بازی دوام میدیم. این میدونید می از ژورنالیستو فقط هم تو این سوال میبیاد، من میدونم یکمش این دوستانه بازی بود، این دوستانه بازی بود، از برای چی دوستانه بازی در کار، از برای چی سه اچکو میتید؟ نه قهرمانی اکسس میتید؟ نه ماها مقصد ما حاضر آسیای کوالیفیکاسیش با تیار کردن همین مقصد است. میبریم بای میتیم فرق ندارد، من با در کار کی چور دفو باز میکند، کی دروازه میستد، کی در گوجه باز میکند، همین من انق کردنم در کارو کای کی بازوی اساسی سر میشد همونجا به من بریدنم در کارو همونجا به حاضر فرق ندارد. بسیار دنیا بینید هیچ کی اعتبار نمیتید بازوی دستانه به بریدن مجبوری، نه ما دیدنم در کار، من کتی این کس چی تو باز میکنیم، من کتی شما چی تو باز میکنیم، از برای همون ما ها تیار کردن ما در کار 11 نفر بازیکنای شتاب اینا تیار شود همون بازوی اساسی با. خب گوش کردی سخن های عثمان توشف رو البته واسه با این بازی عثمان توشف شما می خیلی هم اگر همچون مربی در تیم ملی از تیم افغانستان و تاجیکستان سر کرد، بله البته یک سال ها می گذرن و وقتی که هر یک مربی باخت میکند از نپال باخت کردن، بله، و مربی میگه به من لازم نیست، چه با فدراسیون فوتبال افغانستان لازم است، یعنی ریتینگ، بله، این بازی برای تاجیکستان همچون آب و هوا لازم است، برای افغانستان هم همچین. شما ببینید که افغانستان اگر
در زینه فرض کردیم اگر 160 باشد بعد از نیپال 170 میرود. این خوب است مگر این خوب نیست؟ خوب نیست. برای همین نیکو خب مارسل بازی دوستانه شاید اونها تیم نو جمع کردن میخوان که یک حالتی خوبتر آماده کنند با این بازی. در تمام وقتی که پرچم در برای پرچم میره تیم ملی میرد ولی دوستانه از رفیقونه شما حق نداره. شما موندن اینه که شما مربی هستید، شما میخیزید وقتی که گیمن وطن تون میشد شما صدا میتید، شما میخیزید قلب در دست میمونید سرود میخونید. اینجا مخلصا هستن. از این بازی 2-0 با نیپال شما فکر نمیکنید چند مخلصای افغانستان انفارکت شدن یا بیمار شدن مریض شدن؟ این کس میگه با من لازم، با تو لازم نیست، با فوتبال افغانستان، با مخلصای افغانستان لازم است. اینا باید بله. فکر کرد. این خطایی است. بله تشکر زیاد. بعدم برمیگردیم سر این موضوع. بیننده عزیز، حالا بعد از چند لحظه بوزی تیم ملی مقابل افغانستان در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشورمون شروع میشود. رو میاریم با ورزشگاه که اونجا همکاران ما قرار دارند و میخواهیم اطرافی البته این بوزی از همکارانمون چند سالی مطرح رو هم پرسون شویم. حالا از کاردان خوش میکنیم که ما رو با فریدون سفرزاده همکارمون که در مرز میدان است و اطراف چند خبرها پرسون خواهیم شد. فریدون درود به شما و حالا فضای ورزشگاه چگونه است و میدونیم که این آخرین بوزی تیم ملی ما در ماه نویبر است و چی خبرها عین حال اطراف این بازی و اومد اطراف اومدن مخلصان برای شما دسترس است؟ بله بابا، عین حال ما در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه قرار داریم. بازیگران دسته ما با یک روحیه بولیده عزم ورزشگاه شدند و حالا تمرین ها را نیز انجام دادند و سرمربی تیم ملی افغانستان عثمان توشف که قبلا سرمربی تیم منتخب تاجیکستان بود با رستم یتیم و با بازیگران تیم ملی یک واخوری بسیار هم صمیمی نیز داشت و حتی از بازی شروانی و بچایف که در بازی با نیپال دوبل کرد خیلی اینجا گفت که بسیار خوب در همون واخوری بازی کردی. مخلصان باشد گروه گروه حالا به ورزشگاه تشریف آورده استند و امید می‌بندم که نسبت به بازی اول مقابل نیپال در ورزشگاه مخلصان بیشتر خواهند بود. در مورد هیئت باشد همین را میگویم که هیئت منتخب تاجیکستان به مانند همان هیئتی که مقابل نیپال بود سرمربی انتخاب کرده استند و در دروازه ما رستم یتیموف رو امروز میبینیم که در هیئت اساسی بازی رو شروع میکند و در بازی با نیپال الیک باکلوف در خط دروازه بود که حالا او به هیئت دستش و روسیه برگشته است. خب فریدون، ما میدونیم که در بازی تیم ملی افغانستان هم اونهایی که مسکونی تاجیکستان هستند یعنی افغانهایی که در تاجیکستان اقامت میکنند کار زندگی میکنند خیلی زیاد میشوند. امروز آیا چنین انبوهی طرفداران تیم افغانستان در ورزشگاه هست و آیا نظر به بازی نیپال مخلصان تاجیک زیادتر به با بازی آمده ایستادند یا نه؟ عین حال مخلصان نه چندان زیاد در ورزشگاه هستند اما گروه گروه میبینیم که مخلصان حالا به ورزشگاه تشریف آورده هستند و تو بازی حالا وقت است و تو آن زمان شاید باز مخلصان بیشتر در ورزشگاه خواهند بود. در مورد مخلصان دسته افغانستان ما شماره زیادی نه چندانی آنها را در ورزشگاه میبینیم اما هستند مخلصان افغانستان امروز در ورزشگاه برای دستگیری تیم ملی افغانستان. واقعا هم فریدون با شما تماشای خوبی بازی رو تمنا میکنیم و باور داریم که امروز فوتبالبازان ما به هر صورت نتیجه خوب به دست می آورند و ما بوشد اطراف این رقابت دوستانه با کارشناسی برنامه صحبت رو ادامه میدیم. با شما موفقیت. خب بیننده عزیز، همکاری ما فریدون سفرزاده بود که اطراف البته این بازی با سوالهای ما پاسخ داد. خب چیزی دیگر آن است که شاید عثمان توشف همون نقطه های اساسی ضعف تیم ما رو خوبتر میدوند. گفتار اون است که از همون دوره که عثمان توشف در تیم ملی فعالیت میکرد حیات چندان تغییر نیافته است. بله من همین رو گفتنی بودم که یعنی که مربی خوب میدوند جای سخت سستی ما رو سر کرده از دروازه بون. و بچه‌ها بسیار شناس هم هست. بله. فکر میکنم که این یاردم دادنش ممکن است اگر که هیئت شما قوی باشد. بله. هیئت شما اون تاکتیکی که شما میگیرید تونان اجرا کرده. بله. برای تیم ما اگر ما هم خیلی مگه من چه خیلی که گفتم چون همچه آب و هوا لازم است این خلابه. بله. از جهت ریتینگ، از جهت که ما پرچمون رو میبرداریم مردمی خودمون رو چخیری که نباشد حریف ضعیف است یا سخت است ما چی میگنیم؟ شاد میگردونیم. بله. در کوچه ها بچه های نوزادایی که خدماشون رو میمونن برای اونو یک اید است. بله. که این روز تیم ما با تیم نیپال با حساب کلان غلبه کرد. بله. اما مشکلی اساسی تیم ما این است که بسیاری از استعدادها سالیان زیاد از تیم
دور میمونند و در نشست مطبوعاتی هم از گلا شکلازی همین سوال شد که وقتی بازیگران نتیجه خوب نشان میدهند در همین گونه بازی ها فرصت هست که آنها را به تیم دعوت کن و از مهارت آنها ببین، آنها را بسنج تا کدام اندازه آماده هستند که در تیم ملی یعنی بازی کنند و بحث ها را سری اطرافی همین سوال ها یعنی نقطه گذار و بیاید گوش میکنیم که گلا شکلازی در این مورد چی اندیشه کرد. سوال پسوچنین است که من نمیتونم همی حملگران رو با دست دعوت نمویم، آن حملگرانی که در تیم هستند از نرنمی اونها من روزی هستم و با آن حجوم کنندگانی که در حتی میکرد پسوچنین هستند و آیدی مسئول دیگر باشد افتنی هستم که شش تغییرات کرده شد در بازی مقابل نیپال در قسمت دویوم و آن فلابوزانی که امتینت با آن داده شد اونها برمادن بازی کردم و از بازی اونها من روزی هم هستم. خب یک چیزیگر رو باید قلب کنیم که پس از بازی های مطمئن انتخابی سر فلابوزان در یک جرگی نبودن در حالت مقابل پوزیسیون با سبب های بامبوکشون معلوم یعنی اشتراکی استقلال و روشان در لیگ قهرمانی اوسیو و همین خاطر هدف ما این پس از مطمئن انتخابی غلبه کردن بود و اون فلابوزانی که در نهایت هستند و در سطح خوب نرمان میکنند اونجا با رمادان بازی کردند و البته با هر یک نفر در منتخب امکان داده میشه. Still, I want to remind you, they have a chance to play. خب گپ سری اون میرود که در نشستی مطبوعاتی گلا شکلادزه اومان جواب عنیق گفته نمیتونه در موردی چرا بعضی بازیگران رو دعوت نمیکنی. او در نشست مطبوعاتی قبلی گفته بود که با منیر بازی من توب آورده نمیتونند، من بازیگرانی دارم که از آنها بهتر است. اما ببینید در تجربه فوتبال جهانی بسیار از مربیان در بازی های دوستانه ماست آنهایی رو دعوت میکنند که از حیات بیرون موندند و آنها رو میسنجند، اما در ما عادت شده است که ما باید حتی برای پیروزی تلاش کنیم، ما باید با حیات اساسی بازی کنیم. چگونه اومیل است؟ این رو چگونه میتوان یعنی بررسی کرد، حل و فصل کرد؟ نگاه مربی، ما در بالا هم ذکر کردم که مربی که خدمه اولین میموند. بله. یعنی که در همین سرزمین ما سرمربی شده است. یعنی او حراس دارد از اون که مثلا رفت و یکی با باخت و برو شود. بسیار گفت تا این زمان این چیکار میکرد؟ بازیگران رو میخرید میفروخت. همی خیلی بود. یعنی که کم کم شروع کرده است به ما. این سرمربی تیمی ملی گرجستان نبود، در جوانان گرجستان در جوانان بود. نو سرمربی یک وقتی که شما تا درجه سرمربی تیم یک دسته ملت میشید، مثال گیریم ملی میشید، این دیگر است. یعنی که شما یک مهارت خوب باید داشته باشید. این کس میتواند مهارت خوب پیدا کنه که وقتی فدراسیون فوتبال مملکت باوری کرده است، لیکن نگاهشون که باشه که من با همینا بازی میکنم. حتی ما گفتیم که ببینید که ما از یک وقتی که با سابق سرمربی این کس یاردمچی بودند با یک و هشت رفتیم بازی های آسیو. بله. ما دیدیم یک و چور رفتیم. ما دیدیم در قطار هشت کمانده آسیو بودیم. بله. یعنی ما دیدیم جای سختی مونا. بله. نه جای سستی مون بسیار بود که برای چی همین جای سستی را مون نمی... اگر جای سستی را این کس میکرد رفتن در فیلیپین بوی نمیدادیم. بله. یعنی در دیگر بازی‌ها بوی نمی‌دادیم. در همین بازی که به نیپال هم کردیم اینقدر کمبودی‌ها زیاد است. بله. می‌فهمید یعنی نیپال ما می‌دونیم سطحش در کجا است، سطح تاجیکستان سطح نیپال نیست، باور کنید ما بلندیم از بسیار دولت‌ها. یعنی به نظر شما ما باید با دست‌های قوی بازی دوستان انجام بدیم. به نظر من فوتبال ما بعد ازبکستان در جای دوم است. اما گفت سری اون است که مکتبای خوب بله. داریم ما. مربی جواب گفته نمیتواند که چرا دیگران رو دعوت کرده نمیتواند. همیشه با یک حیات، همیشه با یعنی یک حیات. یعنی یا مونه هست که مثلا اینکه بازینگری که شما میبینید سینه سالش در خورده است. بله. از نگاه زویر بو بوی. بله. اوخی ببینید تیم ملی آلمان. بله. برای چی با پستی رفت، با چخوری رفت؟ نویر شما همه میخواست او این بزرگ است. بله. بزرگ روز به روز بوی دادن، میولر بوی دادن، کراس بوی دادن. یعنی که وقتی رسید که مخلصا و فدراسیون فوتبال چیکار اونها رو خرسک زدن، رحمت برای چی تا امروز پرچم دیگر هم صف کشیدن برای پرچم. یعنی باید نوبت رو با بازیگران جوان دیدن. بله. اگر نگاش باشه، اگر نگاش نباشد خواهن که در همین صد استیم. بله. یعنی که از صدوم نوودوم و صدوم و نوودوم شمیم بازی کردن گرن هیچ وقت نیست. اینجا باید فهموندن داره که فوتبال ما در این درجه نیست. بازینگرهای ما بازینگرهای داریم که در حقیقت بزرگ هستند، در حقیقت زور هستند.
مربی هم مربی هایی که میمبادی که میسونیم ازبکستان ببینید کدوم مربی ها دعوت میکنن. اگر ازبکستان این روز یک قدم مونده است بسیار من میخوام که همسایه ما چمپیون جهان بروین تیمی که قهرمان کرده است برزیل آمد کار کرد تیمی که در آلمان یکی از بهترین ها بود واسه یکی از بهترین متخصص هایی که تیم را چی برو آورد چمپیون جهان برو آورد است بله. ما در یک سطح اصلا مثلا که ما نمیدونیم که با شکلات فدراسیون فوتبال چی مسئله دادن چندم جای ممکن که نموندن وظیفه ممکن نگیم که این روز ازبکستان قرغیزستان مرحمت قرغیزستان در مرحله سوم بازی داره بله. اما قرغیزستان هم تحت زویر بود رفته دهمو جمع زدیم دهمی جمع زدیم با بله. بچهای محلی با لیگنیرونی ببینید اما گپ سری هولو حیات میرود مثلا گپ سری حیات میرود که چرا مربی مثلا بیشتر با یک حیات بازی میکند ببینید در ماهوی سپتامبر و اکتبر دسته های مو که در لیگ قهرمان ها بازی میکردن بازیگرانش رو ندادن به تیم ملی خوه رفشان خوه مثلا استقلال و این مربی با بازیگران جوان که بیشتر فوتبالسون پرخچی رو گرفت رفت و بازی های سطح بین المللی در سنگاپور و تایلند بازی کرد اما گپ سری اون است که اونهایی که در چمپیونات تاجیکستان بازی میکنند نتیجه نشون میدهند در خطر نشان زن ها قرار میگیرند یعنی اونها جوابگو نبودند با تیم ملی گپ سری همین است و چرا مربی اونها رو نمیگیرد میگوید به منیر بازی من اونقدر موافقت نمیکنند ولی بازیگری که یک گل میزند یک پاسی گل را انجام میدهد یا دو گل میزند او حتما به تیم ملی راه مییابد گپ سری این است که مثلا چرا بعضی ها به تیم ملی راه نمییابد بنده شکر میکنیم که دولت ما سوبیدوسیوس مرات خواندنی روی کنه یکی از مربیایی که من میگم آرسن ونگر نگاه من به فوتبال تماما دیگر شد من گفتم از همونجا که من هیچ چیز نمیدونم که من ترینر سرمربی تیم ملی بودم قهرمانا کردم تیم را برای چی؟ برای اینکه تاکتیک بازی دانستم نگاه شما در بازی که امروز سطح بازی با پیش رفته ایستاده است من میدونم نه هر روز ما باید چی کنیم یک چیز تکمیل کنیم در باره بازیگرای جوانی که گفتید سابق سرمربی هم میگرفت بازیگرای جوان این آدم میگرفتن بعد دینامو تبلیسی دادن چند بازیگرانی ما اما از دینامو از همون از دینامو تبلیسی با کجا میبینم وحش قربان تپه میبینم بله از همون دسته ها مثلا فوتبال بازیان قریب 5 ماه 4 ماه بازی نمیکنن اما به تیم ملی دعوت میشن این گونه تجربه ها این بود. این نگاه اینا ما نمیفهمیم این چی نگاه است اینا مشاورشون کی است من نمیدونم برای من این عجایبات است یعنی من نمیفهمم تماما که ما چیکار کردنی هستیم بازیگرای جوان در کار هستن جوانی که برای تیمای المپی در کار هستن یعنی وقتی که شما میخواهید که مقصد گذارید بازیگرانی که 22 ساله 24 ساله 25 ساله هستن میتونن از اینا بهتر بازی کنن شما دعوت نمیکنید باید فضای باید باشد که در تیم که فضای غلبه نام دارد بله یعنی که همه کوشش کنن برای غلبه فقط با نیپال و افغانستان نه بله یعنی که همون غلبه ای که توات جناب اولی رفتن در بازی جامی آسیا بله. و هر بازی جامی آری با رفتن نمیتونن سرمربی بله. شون یعنی بله. که شما باید پرچم بردار باشه شما باید بله. تیم پیش برید بله خب بیننده عزیز بیاید رو میاریم با رختکن های تیم ملی کشورمون که امروز فوتبالیستان تاجیک بولیباس های سفید در مقابل افغانستان بازی میکنن حریفان ما بولیباس های سرخ رقابت میکنن و حیات هم چند لحظه پیش الکای معلوم شد در حیات تیم ملی کشورمون نظر به بازی قبلی مقابل تیم ملی نپال تغییرات هست مخصوصا بعد از اون که باشگاه فوتبال اوفا الک باکلوف رو دعوت کرد به یعنی تیم اینجا تغییرات به عمل اومد در خط دروازه رستم یتیموف دروازه‌بان تیم راستوفی روسیه امروز شرف دروازه تیم ملی ما رو دفاع خواهد کرد و چون همیشه در خط دفاع بس همون فوتبالبازانی که در بازی‌های قبلی هم هنرنمایی داشتن امروز وردی میدان میگردن خب در مقابل افغانستان بازی های خیلی زیاد انجام دادند فوتبال بازان ما و نتیجه ها هم خیلی و خیلی خوب هم بود یعنی یکان مراتبه ما با باخت روبرو نشدیم در مقابل تیم افغانستان خب حالا وردی فوتبال بازان تیم کشور برای ما و شما بار دیگر پیشکش میشود بیننده عزیز و چه دوره که الکای البته ما میدونیم در تیم ملی کشورمون گفتیم یک تغییرات و اونم در خط دروازه است یعنی دیگر البته تغییرات ها در تیم ملی کشور دیده نمیشود بیاید گوش میاندازیم با یعنی سخنرانی سرمربی تیم ملی کشور در حاشیه همین بازی وقتی تیم به ورزشگاه وارد میشد گله شکلاتزه هم اطراف
البته آمادگی تیم ملی کشور اومان حالتی روانی فوتبال بازیان و تا کدام سطح آماده بودن در مقابل افغانستان بیان اندیشه کرد و حالا اگر فرصت دهد کارگردان ما میتوانیم سخنرانی گله شکلاتی رو هم اینجا یک جا ببینیم گوش اندازیم تا در این مورد آنها چی نظر دارند. Team is ready to play today's game and this will be the last game in this year and we want to give this game for all country for all supporters because this year we start very good in Qatar and this last game at home we want to performance our performance will be same good and play our game and make enjoy the game and make happy our supporters about our opponents Afghanistan is one of the good team on this area and between us to play it's always something like a derby and it will be to see this game and enjoy. Good luck. Thank you very much. خب گله شکلاتی هم در مورد آمادگی تیم ملی کشور گفت در حوشه این رقابت و گفت ما آمادگی خوب هم دیدیم و تنها برای نتیجه مثبت مقابل تیم افغانستان بازی میکنیم. حریف هم یک حریف خیلی خوب هست و میتوانیم البته امروز یک بازی ارزنده رو در مقابل تیم افغانستان ببینیم. خب حالا اشاره میکنند که البته وقتی با موجود داشته به انجام هم رسیده است ما حتما برمیگردیم با استودیو بعد از بازی و اطراف بازی تیم ملی کشورمون صحبت انجام میدیم. بیننده عزیز برنامه قبل از بازی حالا با پایان میرسد، نوبت رو با همکارمون اینومدین احمدزاد میدهیم که این بازی رو برای شما شرح میدهد و ما پس از بازی حتما باز با استودیو برمیگردیم.